چه شد دنیامه، نگیریشون ازم به جون تو قسم، دیگه نمیتونم، من دلم آروم نیست، بری زبونم با توی چند سر. یه پسر خوشگل مهمان ماست. سامیرا جستم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم، آخ که دلگیرت برم، تو فقط بخند خودم میشم فقط، چشم من تو شلومی که درم پور به شرکی پور به چه خدی پسر به من کیف داد. برای امیر مهدی چه میرفتم؟ تو به من میرم جای هر دو تامون عزیزم، قربونه خندت برم، میمیرم من بازم. منو تو کانالت اد کن. خب بیا به وحید بگو بیانه تو رو. همه دنیا میدونم من از ازت عاشق ترم، آخ که دلگیرت برم، تو فقط بخند خودم میشم فدات، بچه این لباس اینقدر این خوبه، گرمه کلو خوشیمونو نخواهم. هریسا امیر مهدی تقاضا بدید، ریکوست یا تقاضا درخواست. چند تا بچه داری؟ خیلی، همه شما بچه های من اندازه کل دنیا بچه دارم. تو بیا سفید میپوشم دوست داری؟ مرسی. عکس پروفایل سمیرا چقدر قشنگه. اونچه شد دنیا نگیریشون ازم به جون تو قسم، وقتی امیر مهدی رو دیدم شلوار کبیب داده رو ببوش. بابا بذارید بشورم برم، لباس ها باید جمع بشه. بعد البته ما قربونه کسی نمیشیم، ولی خب خنده حالا همین منو خیلی دوست داره. مرسی، چقدر پیام ها خوبه. فحاشا هنوز متوجه نشدن، الان میان اونو. از زیا راستی بذار زیام یه خبری بگیریم، یه انگشت دیگه شو نبریده باشم. این هر دفعه باز میگیره میریم میبینیم یه انگشتش کم شده. نرفتی خونه سویرا؟ جمعه وقتی رفتم تو قطار براتون لایو میگیرم. فحاشالام یا میادم اونا هم عاشق ما منتونده الان پیج من نفهمیدم. آها سب کنیم.
آره اومده. سلام. برای تو دارم میرفتم و برای چشمای تو آهنگ انتخاب کردم. مرسی. امیر مهدی آهنگ رو یه ذره باشه بچه. این امیر مهدی با پریسا بیاد بگی قشنگ صحبت. مرسی امیر مهدی، چه بولیز خوشگلی، کاپشن خوشگلی، خیلی خوب. چی میگن سویشرت چی اینو میگن خوشگل. آفرین، مرسی که اومدی بچه. این امیر مهدی، خب خودتو معرفی کن، میخوای بگو که چی شد؟ امیر مهدی هستم، 11 سالمه، کلاس 5 هستم. کلاس 5 آره. خب بعد پسر پریسا، پریسا یه کوچولو خودت هم بیا، اول خودت هم معرفی کن که بچه‌ها بدونن که با خود. پریسا هستم، مادر امیر مهدی. خب بعد چی شد که اصلا امروز یه دفعه گفتید که بیا؟ آخه بهتون قول داده بودم، گفتم امیر مهدی بیاد پیشم با هم دیگه صحبت کنید که تصویری با امیر مهدی حرف بزنید، که امیر مهدی دیروز اومد پیش من، دیگه امروز گفتم با شما صحبت کنه، دیگه هر سوالی دارین و هر چیز. امیر مهدی دیروز لایو رقص منو با چیز دیدی؟ با مسیح؟ آره. چطور بود؟ خوب بود. خوب بود. منم رفتم رقص تو رو توی این بیبیچ دیدم، دانلود کردم بذارم تو پیجم، چه خوشگل. این مبلای مامانت هم که خودش، میدونی مامانت خودش درست کرده؟ آره. آفر، تو هم بلدی؟ بله. نفس تنگی داره زیبا جان، آسپ داره، نمیتونه به رنگ و اینا دست بزنه. بذار خودش بگه. بذار بگه چی، برای چی این کار رو نمی کنی؟ صداتون قطع وصل شد. آره اشکاله، به خاطر آسمه که نمیخوای این کارو بکنی. خب اشکال نداره. خب حالا ما امروز یه صحبتهایی با هم کردیم، با هم آشنا شدیم، بعدش تو گفتی دیروز دوست داشتم بیام توی لایف، درسته؟ بله. خب چرا دوست داشتی بیای تو لایف؟ خواستم با تو حرف بزنم که امروز دیگه کامل لفظه حرف زدی. خیلی خوب. امروز یه یه بخشی از صحبت هامون که اونجا با هم صحبت کردیم تو کانال گذاشتیم و من اونا رو ضبط کردم و میخوای یک کوچولو بگی؟ یه چی بود نتیجه صحبت هامون چی بود؟ میگه از کجاش بگم؟ این جالب، این مسئله یه چیز که متوجه شدی و گفتی که این مسئله همیشه سوال میکردم در مورد مقواها، اونو بگو. مقواها که بفروشه، ما اونم مقوا میخواد بفروش. خب گفتم خوبه. آفره. خب میخوای پریسا تو یه توضیح بدی؟ آره، میخوای پریسا توضیح بدی که تو قبلا نگفته بودی و بعد چی شد؟ نه، من به امیر مهدی نگفتم، چون که میگفتم رویش اصلا نگفته بودم. درسته، گفتم روی بچه تاثیر داره که مامانش میره این کارا رو میکنه، اذیت میشه. ولی امروز یه واکنش نشون داد امیر مهدی که واقعا به خودم افتخار کردم، خیلی خوشحال شدم.
اونم این بودش که وقتی امیر مهدی فهمید که شما بهش گفتیم با مقوا و اینا چیز میکنه، امیر گفت آره مامانم مقوا جمع میکنه که چیز کنه، کاردستی درست کنه. بعد براش توضیح دادم، گفتم کاردستی درست نمیکنم، اینا رو میکنم کیلوی 4500 جمع میکنم میفروشم. در اومد گفت کار خوبی میکنی. ازش پرسیدم گفتم امیر مهدی شما حست چیه، من الان حس در مورد من چیه، کارم اشتباهه؟ گفت نه کار خوبی میکنی، که گفتش که حتی منم کارتون جمع میکنم تو خونمون هست، اونا رو خالی میکنه که چیکار کنه، خود به من بده من بفروشمش. خیلی صحبت جالبی بود و امروز، و چقدر خوبه که تو تفاهم داری با مامانت، و چقدر خوبه که همه چی رو به نظر منم باید وقتی که پریس تو از ما پریسا سوال میکنی، پریسا احساس نکنه که سوال که میکنی باید بگی که من این برای توضیحشو بده، نه اینکه مثلا یه توضیح دیگه ای بده. خب این خیلی خوبه. خب حالا قرار شد که شما با همدیگه برید موقعی که هست تو هم توی خرید و فروش کمک کنم، شرکت کنی. آره و بعد باشون بعد بگی که فکر کنم به زودی تا حالا چیزی شده که تا حالا فروخته باشی؟ دستبند بچگیات توضیح بده تو پارک دم با کشا دستبند درست کنم. من قبلا چیش درست کردم؟ قشنگ بگی بالا، قشنگ توضیح بده کجا رفتی کجا فروختی. من قبلا چیش رفتم با کش دستبند یا گردنبند درست میکردم، 1000 تومن میفروختم با کش. خیلی بچه بود زیبا، خیلی بچه بود. چند سالت بود؟ 6 سالت بود. بعد میفروختی چند و چقدر؟ بعد با فکر خودت رفته بودی این کارو کرده بودی؟ آره بگو توضیح بده چند تا زیبا. من توضیح بدم کاملشو. دستنده با کشه رنگی هست، کشه رنگی ریزه، خب تو ایران میفروشن. بعد امیر مهدی با اونا دستبند درست میکرد، بعد خیلی درست رنگ و رنگ تو دست مچ دستش میذاشت. ما رفتیم پارک، بچه خوشش من گفت به باباش گفت من از این میخوام، باباش گفت باشه میخوام. امیر مهدی گفت جایی نمیفروشن، اگه میخوای من میتونم به دخترت بفروشم. خب همونجا شد که امیر مهدی دست گفت به دخترت میفروشم، به پدر اون دختره که تو پارک بودیم ما. آره این شد که امیر مهدی دستبند و 1000 تومن فروخ بهش. بعد خودش اومد تو خونه درست کرد. آره اومد تو خونه درست کرد، زیاد درست میکرد، تو دستش میذاشت مشت دستش که بعدا بچه ها دیدن خوششون بیاد این بهشون بفروشه. اینطوری آفرین، خیلی خوب. آره. واقعا پس تو از 6 سالگی همینطور تو فکر که بعد چقدر درآمدت شد امیر حسین؟ امیر مهدی؟ من تا فکر کنم تا 100 تومن 100,000 تومن دست همشو خرج کردم. زیبا دستبند درست میکردم من، دستبندهای مروارید هست، خب میدادم به امیر مهدی، امیر مهدی میفروخت تو فامیلا. دستبند مرواریدی درست میکردم، گردبند من دستبند کشی درست میکردم، مامانم مرواریدی. مرواریدی بعد میفروختی. آره امیر مهدی. تا الان چقدر پول داری همین الان؟ الان پول ندادم فعلا، 8 میلیون دادم دست بابام قرض دادم. نه از باباش میگیره روزانه زیبا، خب بعد باباش هم سرشو کلا میذاره ازش میگیره، اینکه جمع میشه پول درش میشه ازش میگیره، که بارها بهش گفتم نکن این کارو پس انداز کن. یعنی چی؟ نه چی کلا سرش میذاره یعنی چی؟ بذار ببینیم چی. خب میدونی چی کار میکنه بچه؟ مثلا روزی 10 تومن پول میزنه. بذار خودش بگه. هر روز 20 تومن ازش میگرفتم، بعد پولامو از من میگیره پس نمیداد. بعد پولا تعلق شده. اسم بابا چیه؟ صاحبه.
ساعت شعیب عربه؟ نه نه اسمش عربه، خودش عرب نیست، خودش شعیب. خیلی خوب شعیب. بعد این پولا رو بهت میداد، بعد یه موقع که جمع میشه تو اینا رو تو چی کجا جمع میکردی؟ میذاشتم تو قلکم یا کیف پولم. خب بعدش یه دفعه میمد با چجوری گولت میزد؟ میگفت قرض میدم یه ماه بهت میدم، بعد میگرفت نمیدم. تا الان هم نداده؟ نه. خب چیزه تا الان با چقدر از تو که قرض گرفته که بهت پول نداده بر نگرده؟ تا الان شده 8 میلیون. بعد الان 5 میلیون رو براش مدت گذاشتی که بهت پس بده؟ هی میگه پس میده ولی پس نمیده. خب نظر تو چیه که ازش شکایت کنی؟ صدا تو قطع شد دوباره. میگم نظر تو چیه که ازش شکایت کنیم از شعیب؟ چی؟ شکایت کنیم، شکایت کنیم ازش. نه شکایت نکنیم ازش. بریم. خب به نظر من برو توی چیز، توی همین قسمت وقتی شکایت بخوای بکنی کجا باید مراجعه کنی؟ 110. اه 110؟ نه بابا فکر نکنم، 110 برای چیزای ضروریه. فکر میکنم که باید به یه جایی، به یه مرکز پلیسی باید بری، بعد بگی من از بابام شکایت دارم. به نظر من این کارو بکن. ببین براش بگو، به اون آقایی که میری بگو آقا این بابای من آقای شعیب تو الان در این مدت چقدر ازت پول گرفته؟ مدتش چقدر بوده؟ یه سال میشه؟ نه چند ماهه. چند ماه؟ تو این چند ماه 8 میلیون شده. آره. نه میگه تا که چقدر طول کشید که پولتو جمع کردی؟ آره چقدر طول شده؟ حسن بگی که کردی چقدر طول کشید شد 8 تومن؟ یه سال. یه سال. بگو که آقا من از شما مشورت میخوام، برو تو قسمت پلیس، اگه خواستی پریسا تو هم برو. خب باشه. اگه مایل بود امیر بوله. ببین نگاه کن یه چیز بهت بگم امیر مهدی، حساب کاکا برادره، دوست داشتن جای خودش، قول و قرار جای خودش. بگو بابا من تو رو دوست دارم در جای خودشه، ولی الان این پول منو بهش فرصت بده. بگو اگه این پول منو تا یه مدت مثلا فرض کن یک هفته به من برنگردوندی من میرم شکایت میکنم. خب اگر اونجا بگو دشمنی هم ندارم و تو رو هم دوست دارم، ولی ببین شما یه حرفی رو زدی انجامش ندادی. اگه بگه من ندارم، الان یکی گفت نداره، خب اگه گفت ندارم میگه شما قسطی میدی، شما روزانه مثلا انقدر میدی، یا به جاش وسایل بگیر. بگو به جای این چی؟ نه یا خود پولو میخوای؟ خود پول لازم دارم، میخوام پسندش کنم. خب خود پول رو میگیری بعد میگی به مدت این زمانی که به من دیر میدی اینقدر باید روش بدی، بعدش هم اینقدر منو اذیت کردی، گولم زدی، من بابت اینم ازت اضافه پول میخوام. هر روزی 20 تومن بهش اضافه میکنم. آفرین، روزی 20 تومن بهش اضافه کن. بگو باید ادب بشی تا شما دروغ نگی، گول نزنی، وقتی پول میگیری سر وقت بدی. 5 میلیون بود دیگه، 5 میلیون 20 تومن اضافه کردم شد 8 میلیون. آها تو پس 5 میلیون بوده. 5 میلیون بوده زیبا، روزی 20 تومن اضافه کردی شده 8 تومن. <تص->
گوش بده. ولی خب خوبه زرنگ. خب ببینم امیر مهدی، خب این 20 تومن که اضافه کردی، خب اون قبول کرده؟ آره دیگه، قبول نکنه که نمیشه، باید قبول کن. نه نه، این که خودت اضافه کردی به نظر من، به نظر من امیر مهدی، من یه توصیه میکنم امیر مهدی، نگاه کلن باید اضافه کنم. آره ببین، به نظر من در این رابطه مطالبه به روز بگیر خیلی جالبه، مطالبه به روز بگیر خیلی جالبه. ببین مطالبه به روز بگیر میدونی یعنی چی؟ نه. یعنی اینکه شما آفرین، همینم اینم یه تو... ما پریسا توضیح میدی براش مطالبه به روز یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. الان درست. ببین شما الان پارسال مثلا از من یه پولی میگیری، خب این پارسال 1,000,000 تومان یه ارزشی رو داشته، 1,000,000 تومان الان نسبت به تورم جامعه و به نسبت به شرایط تغییراتی که از نظر اقتصادی تو جامعه میکنه، این 1,000,000 ارزشش مطابق ارزش پارسال نیست. متوجهی؟ مثل که شما یه طلا رو میگیری، مثلا فرض کن که 1,000,000 تومان، همون طلا امسال شده 2,000,000 تومان. خب متوجهی؟ اینو بهش میگن مطالبه به روز، یعنی در روز باید، همون موقع باید ارزش 1,000,000 تومانی که الان تو میخوای ازش بگیری بگی من پارسال گرفتم، این 1,000,000 تومان پارسال وقتی بخوایم الان حسابش بکنیم 1,000,000 تومان نیست، بیشتره. خب صحبت کنیم ببینیم که عباس وحید یک کسیه که تقاضا داده بیاد بالا، بپذیرم بیاد بالا شاید صحبتی داشته باشه. خب باشه عباس وحید، کجا درخواستش رفت؟ درخواست هر کسی که میخواد در رابطه با امیر مهدی یه نظری بده، سوالی داره بیاد مطرح کنه، میتونه تقاضا بده بیاد بالا. خب کاردستی زیبا نشسته، کاردستی درست کرده، میخوای ببینی؟ آره ببینم کاردستیت هم درست بده ببینم. بچه به هر دلیلی منبع درآمد پدرشم هر چی که باشه، اشکان میخواد بیاد بالا ببینیم اشکان چه نظری داره. اه چه خوشگل، چه خوشگل، اینو خودش درست کرده. بس این بچوبای چیز؟ بستنی. بچوبای بستنی درست کرد. آقای اشکان بفرمایید. آقای اشکان لفت داد. خب خب کسی که اگه خواست ببینیم، حالا اول کاردستیاشو ببینیم بعد میریم سر اون بحث. خیلی خوب، خب خیلی قشنگ، خیلی اینا رو خودت درست کرد، بذار خودش توضیح بده، بگی دست خودت امیر مهدی. نه یه دو که خریدیم کیکش ماهی داشت، من با ماهیاش اینو درست کردم با کمک مامانم. آها بری بالا بیار، بالا بیار. آها باه خیلی. آها این اینجوری مثلا ماهی مصنوعی شده. اون آبه یا ژله؟ آبه. آها چه بامزه. این ورشم برگردون ببینی اینجوری برگرد. آخه چه خوشی، انار واقعیه. آره خوش شده. آه کوچولو، انار کوچولو، چه جالب، آفرین، مرسی. اون یکی هم چو اون یکی هم توضیح بده، اون یکی هم توضیح بده. خب چقدر خوب، خیلی خیلی ابتکار به خرج داده. تو زیرزمین چند تا مامانم چوب بستنی داشت با چسب حرارتی اینو درست کردم. ای باری الله چقدر خوب. اینو تو دوره همی دوره
تو دور همیه تو چکیه پریسا؟ بچه ها پریسا هفته دیگه سه شنبه بگو که تو این دور همی رو سه شنبه. امیر مهدی تو هم میخوای بیای توی دور همی ما؟ دور همی کنه اگه دوست داری بیا. این دور همی تشکری در واقع در رابطه با اون هدیه حبیبه، و اگر اون دور همی رو داشتی روزشو به من بگو، من به حبیب بگم بیاد اینجا. خوبه؟ حتما. ساعتشو بگو، من به حبیب بگم این ببینه که در مقابل اون هدیهش تو یه هدیه خیلی بزرگتر و قشنگتر داری میدی. حبیب این پسر رو هم پسر خونده خودت بکن. حالا بذار بیاد حبیبم با تو آشنا بشه. حبیبم یه پسر مثل تو داره، منتها 14 سالشه. خب امیر مهدی، من میگم که اول صحبت اول رو به یه نتیجه برسونیم در مورد اون پولی که داری. به نظر من امشب برو به بابات مطرح کن، بگو ما لایو هم صحبت کردیم، آبروی تو هم یکم بردیم، بهش بگو این لایو رو ببینه، آبروش باید بره. چیز آره ما میگیم خیلی بردیم. چی؟ فقط یه خورده خیلی بردیم. یه خورده خیلی بردیم یعنی چی؟ آبروش رو میگه، آبروش رو یه خورده نه خیلی بردیم. آبروش رو بردیم یه خورده بردیم خوشم میاد. آفرین، چه خیلی مایی تو. ببین بهش بگو این لایو هم نشون بده، ببین بگو که ما اگر تو این پولو برای زمان تعیین کن که برگردونی، خب وهله اول همون 5 میلیون اول باشه که اصل پولته، بگو برگردون، من میخوام برای خودم یه حساب باز کنم. اگر بر نگردونی من چیز میکنم تو رو توی این رابطه مجبورم که برم شکایت کنم، و باید اون موقع اگر خواستی برو بگو بگو، اشکالی نداره. و من مثلا با تو رابطه هم سر جا، شکایت هم سر جا، میرم اونجا تو اون قسمت دادرسی یا اون جایی که شکایت میکنن مشورت کن، بگو آقا من از بابا میخوام شکایت کنم چیکار بکنم. باور کن شاید یه دفعه اصلا به رسانه هم بکشه. حق تو بگی، بعد فکر میام نیست. تلویزیون یه دفعه بیان بگن آقای امیر مهدی به خاطر مطالبه پولش از پدرش میخواد شکایت کنه، و بسیارم منطقی. بگو دشمنی هم ندارم، بابامو دوستش دارم، ولی حساب کاکا برادر، ایشون نده من، شما تصمیم بگیرید. یه دفعه پرونده چیز میشه و تو این رابطه پرونده برات باز میکنم. فکر میکنم که چون زیر سنم باشی ازت چیز نگیرم، پول برای چیز نگیرم، پول برای کارهای اداریش و اینا نگیرم، بهت وقت میدن، بعدا باباتو احضار میکنم بیاد اونجا. باباتم باید بیاد دفاع کنه، اتفاق کنه. از این به بعدم پولی که بهت هر کس میده بهش سعی کن که بهش ندی. از این به بعد این برای گذشته بود، پولای گذشته بود. از این به بعدم پول چی؟ 5 میلیونی که من تو شمال بودم با مامانم، پولم خونه بود، بعد به بابام گفتم بر ندار برداشت. گفتی چی بردار؟ نه گفتم پولم بر ندار، بعد خودش برداشت. ببین بابای منم همین کارو کرده، منم افشاش کردم، ولی خب من دیگه دسترسی نداشتم ازش شکایت بکنم و اینها یا چیز کنم. بابای منم خونه منو اینجوری کرده. به نظر من بیا آدمایی که الان اتفاقا برخوردت بسیار اصولیه و خیلی هم خوشم اومده، به نظر من برو صحبت کن پریسا، تو این رابطه هم باهاش چیز کن، همکاری کن، بهش بگو که ببین این درست چیز نیست. بعد حساب رو به اسم خودش میتونه باز کنه. خب که من حتی گفتم همچی کاریو به امیر مهدی، گفتم امیر مهدی پولاتو بیار پیش من برات حساب وا میکنم، با همدیگه بریم بانک حساب وا میکنم، نه تو بتونی برداشت کنی از کارتت، نه من بتونم برداشت کنم.
خب این حساب میشه تا سن 18 سالگی امیر مهدی خودش بتونه 18 سالش بشه بعد بتونه خودش برداشت کنه اگه بخواد. خب ولی باباش اجازه نداد. باباش گفت چه کاری، بذار همینجا بمونه. این شد داستان. خب این از این باباش اجازه نداد. خب این میتونه با یه کسی هم مثلا ممکن این مسئله رو مطرح کنه. خب یه گزینه است. خب یه گزینه است. اول اینکه باید این پولو به دست بیاریم. از این به بعدم تو پولات رو به ببین وقتی که به بابات ازت باید با صراحت بتونی نه بگی. خب وقتی ازت خواست بگه گفت این من پولتو به من بده، خیلی راحت وایستا بگو نه نمیخوام به تو بدم، نمیخوام بهش گفتم. اومده بود شمال با همدیگه، من و امیر مهدی رفته بودیم خونه مامانم، خونه مامانم هم شماله. خب رفتیم شمال، امیر مهدی الان براتون گفت بدونه که بابام به من بگه، من بهش گفتم بابا دست به پولام نزن، من تا برم و برگردم. باباش بدونه که به امیر بگه پولاشو برداشته بوده. خیلی سرات من بابا تو دیدی بهش بگو زیبا گفت شما خیلی بیشور هستید. بهش بگو من نظرم اینه، بیاد بهش میگم شعور اجتماعی شما بسیار پایینه به خاطر اینکه به بچه، به حرف و کلام بچه اهمیت نمیدید، ارزش قائل نمیشید و براش همینطور تصمیم میگیرید. خب بدون نظر اون بابای تو کارش چیه؟ آره بگو. بابام کارش اسنپه. من 5 میلیون برد پیش دوستاش اسکرال. اسکرال چیه؟ اشغال. میگه 5 میلیون منو برداشت رفت با دوستاش اشغال کرده. آها اشغال، اشغال. آره یعنی 5 میلیون امیر مهدی که این همه جمع کرده بوده باباش برداشته رفته خوش گذرونی. یک ثانیه خرج کرده. آره با دوستاش. شما کجا میدونی؟ صبر کن بذار با خودش صحبت کنم. امیر مهدی از کجا این مسئله رو میدونی؟ از کجا این مسئله رو متوجه شدی که این پول شما رو خرج کرده؟ وقتی اومدم. خب چجوری فهمیدی؟ عشق و حال از کجا فهمیدی؟ خودش بهم گفت. چی گفت؟ گفتش که پولتو، گفتم پولم کجا بودی؟ گفتش با دوستم رفتیم شیراز. پولتو رو برداشت با شیراز رفته، بعد رفتن گشت و گذار و اینا، بعد عشق و حال مثلا اینو گفت. کلمه عشق و حالو از کجا اون گفت یا تو گفتی؟ اون گفت رفتیم عشق و حال. در بیان کلمات لطفاً دقیق باش. خب چون عشق و حال یه معنی دیگه ای میده. خب به هر حال اینو دیدی، اینم بگو، اینم بگو امیر مهدی وقتی که رفتی توی اون دادسرا یا اون چیزا بگو بابای من اینو برده، من با وجود اینکه بهش گفته بودم دست نزن، این موقعی که من شمال بودم در واقع حکم چیز دزدی هم داره، به نوعی دزدی هم هست، تعرض مالی هم هست. مثلا بهش گفته نکن بر ندار، امیر مهدی بهش گفته، گفته پول من رو دست نزن تا برگردم از شما، ولی اون برداشت رو. یه نفر اینجا نوشت که مامانش از پشت اشاره میکنه نگو، درسته پریسا؟ اشاره کردی چیزی نیست بده. من همه تو کار نکردم. من اول نمیکنم. آها امیر مهدی پس یه همچین چیزی نبود. خانم یا آقایی که تصویرم نداری و همینطوری میگی متوجه شدی که ایشون اینجوری نکرد. خب به نظر من این مسئله رو مطرح کن. حرفی که الان پیش اومده میشه من صحبت کنم که میگم من اشاره میکنم زیبا؟ ما با تو واتساپ با هم دیگه حرف زدیم، درسته؟ امیر مهدی به من نگاه کرد، من بهش چی گفتم؟ گفتم به من نگاه نکن، به زیبا نگاه کن. هر سوالی که پرسی جوابشو بده، تو دلت حرفی هست تو همونو بگو. من هیچ وقت نمیخوام. نه که الان زیبا هیچ وقت نشده بخوام به بچه یاد بدم.
دوست دارم خودش هر کاری دوست داره بکنه انجام بده، تجربهشو بکنه. من در مورد همین مسائلی که امروز بوده و امروز هم که شاهد بودم اینو دیدم و و خود امیر مهدی هم الان گفتش که نه به من این حرف رو نزده، درسته؟ به تو اشاره نکرده. خب نه. پس این مسئله رو ما اینجوری جنبندیش میکنیم، امروز میری صحبت میکنی. بابات حتما اینستاگرام داره؟ آره پریسا اینستاگرام داره؟ آره داره باباش. خب میتونی اینستاگرامشو میدونی؟ نه من بلد نیستم. منم نمیدونم. من نمیدونم. از کجا میدونی پریسا پس داره؟ از کجا؟ آره از کجا میدونی داره؟ چون زمانی که من سر خونه زندگیم بودم همش دل جونش بسته است به تلگرام، اینستاگرام، به چیزای مجازی. آها. میدونی چی میگم؟ واسه همین چند وقتی از هم جدا شدید؟ من 4-5 سال میشه دقیقا. نه 4 سال. آره. بعد هزانت کاملا با شعیبه؟ با هزانت. آره. خب چند روز در ماه هفته میاد پیش تو؟ هر وقت دوست داشته باشه میاد؟ هر وقت دوست داشته باشه نه. هر وقت دوست داشته باشه نه. نگو خودش هم گفت نه. هر وقت دوست داشته باشه نمیتونه بیاد، چون من سر کار میرم. یه موقعی اگه بچهای گروه میدونن شب نصف شب 2-3 شب خونه نیستم، تا 2-3 شب کار میکنم بعد میام خونه. خب امیر مهدی تنها خونه نمیتونه بمونه. نه منظورم از نظر اینا رو ولش کن، از نظر قانونی که این چقدر میتونه هر وقت دوست داشته باشه بیاد؟ نه پنجشنبه میاد جمعه باید برگرده. قانونیش اینه هر هفته پنجشنبه ها میاد جمعه ها برگرده. آها الان امروز که چهارشنبه است. امروز چهارشنبه است که نه امروز خب هم... امروز سه شنبه است. خب چون امروز چهارشنبه است. شنبه اومد پیش. سه‌شنبه اومد پیشم، امروز میمونه، امشب پیش من میمونه، فردا صبح میره. چون امیر دیر وقت دیر به دیر هم دیگر رو میبینیم، از این ور مثلا یه چند روز پیش هم بمونیم. چون هر وقتم از اینجا میره هم من گریه میکنم هم امیر موقع جداییمون. خب گریه نکنید دیگه، اشکال نداره، اونم خوبه، اینم خوبه. ببین تو میتونی پس بیشتر بمونی؟ خودت به بابات گفتی دوست دارم بیشتر بمونم؟ دوست دارم بیشتر بمونم ولی نمیشه دیگه، مامانم باید بره سر کار. آها مامانت چیز نداره. خیلی خوب. بعد ارتباطت با خانواده پدرت خوبه؟ نه زیاد. نه زیاد. با خود پدرت چی؟ با شعیب؟ نه. آها زیاد دوست نداریش؟ دوستش دارم ولی ارتباطمون خوب نیست. آخه مشکل تو این رابطه چیه؟ مهمتر ماست. آخه قشنگ صحبت کرد، خیلی خوب. خب قطعه اول این مامان باشه. حالا بیایم حالا در مورد این بحث و فعلا یه مقدار بذاریم و تو میتونی پریسا اینستاگرام شعیبو برای من پیدا کنی؟ از طریق گوشی امیر مهدی پیدا میکنم. امیر مهدی اینستاگرامشو وصل میکنم بعد پیداش. وصل کردم. وصل کردی؟ خب وصل کرده. آره از من وارد کرده. آخه نداشتیم اگه یاد باشه با تسا صحبت کردیم گفتم اینستا نداره، الان بس کرده. بس بابا تو فالو کردی؟ بابا تو فالو کردی؟ داره نگاه میکنه. الان به ما پیام بده، الان پیام بده واتساپ؟ نه از همینجا پیام بده، از همینجا پیام بده. آها اینجا. آره اینجا پیام بده. چی بنویسم؟ بنویس من امیر مهدی هستم. الان 10 نفر نیاد بیاد بگه امیر مهدی هستم.
شکوفه اومد گفت شکوفه میگه سلام مهدی. امیر مهدی ببین شکوفه میتونه شکوفه خیلی من دوست دارم. امیر نوشتی؟ نه خب تو از پیج چیز دادی، تو از پیج خودت میخوادی. شکوف اگه میشه حتما دور همی پریسا باشی. آره بیا تو لایف. خب الان از گوشی میام تو لایف. الان با گوشی خودت میاد تو لایف. یا تو لایف من این چیزشو داشته باشم. بعد تو خودت فالوش کن، فالوش کن چیزو ببینیم که بچه فریسا رو هر کی میخواد فالو کنه، با فریسا صحبت بکنه. و من پریسا هفته آینده، شکوفه گفت اگه بتونم حتما میام. شکوفه گفت چیزه واعظی بنویس. آره آره من از پیج خودم نیومدم به خاطر اینکه فعلا هنوز پیج من در رابطه با لایف، از پیج بچه های دیگه. خمارم داره میگه چقدر تو دوست داشتنی هستی پسر، هر چقدر بیشتر با هم یه روزی هم بیا با هم برقصی. قبول کن چرا میخندی؟ آره خیلی قشنگ رقصیدی اون رقص. بعد یا بری نگاه کنی تو چی اینقدر کت شلوارش که خریده بود. کت شلوار و داداش بابا بزرگم. داداش تو بابا داداش نه داداش بابا بزرگم. داداش بابا بزرگ یعنی عموی باباش. عموی باباش. عموی باباش. خب باشه 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 عموی باباش. خب امیر مهدی خیلی خوبه، خیلی خوبه. لایو براش بفرستید. آخه ما نداریم که براش بفرستیم که، او ما رو داره. خب دارم پیداش میکنم، وحید رو پیدا نمیکنم. خب آها لایو برای تو میفرستم. ببین من همین الان ببین برای تو چیز کرده بودم، برای تو یه دونه های نوشته بودم. خب بیا الان لایو برات فرستادم، لایو برات فرستادم، وقتی اینو ببینی وحیدو پیدا میکنی. وحیدم آها ببین حالا خیلی خوب شد. بعد در تا مامانه تا پریسا پیدا میکنه یه صحبت دیگه هم با هم بکنیم. امیر مهدی بذار پریسا پیدا بکنه از اونجا بیاد. خب تو یه سری وسایل وسایلم گفتی اضافه دارم تو خونه، درسته؟ خیلی خیلی اونا رو میتونی جمع کنی، بعد اونا رو هم تبدیل بکنی به یه به یک یه مقدار از اون به لایبش دعوت. آها خب برو یه جایی، برو یه جایی که صدا نپیچه، یا یکیتون باید سایلنت باشی. خب صحبت کن. درستش کن. الان بیا پایین. دیدم پاتو، دیدم پاتو، دیدم دیدم خیلی عالیه. خب فکرم چیزه تو الان با پیج تو با پیج چیز تو با پیج خیلی خوب همین فرقی هم نمی کنه اینجا باشی، اینجا باشی اشکال نداره. خب به هر حال پریسا اینجا هستش. پریسا بیا یه دقیقه جلوتر. آره الان تو خودت چیزو فالو کن، همین الان پسر تو فالو، امیر مهدی رو فالو کن. خب آره باش. آره بعد پس توی امیر مهدی تو که بابات هم داری توی چیز؟ ندارم. بابا تو داری. خب همین الان میتونی نگاه کنی لایو برای باباش بفرستی، بدی به من بفرستم برات براش.
پیدا کن، میتونی اینجا آره پیداش کنی؟ پیدا میکنم، آره پیدا میکنم، لایو میفرستم. خب امیر مهدی ما خلاصه بکنیم، میخوای با دوربین چیز بیا، با برو با پریسا بیا، دوربینت هم یه مقدار چیز باش، پریسا بیا با اون بیا تو عدت بکنم، ریکوست بده این بیاد ریموف بشه، باش ریکوست بده اینجا، اونجا فکر کنم بهتره. امیر مهدی رو من فالوت، آره شکوفه اگه میشه تو به باباش که شعیبه این لایو رو بفرست لطفا، شاید الانم بخواد بیاد باباش، بیا بخواد بیاد ببینید. تو از اون یکی بیا پریسا با چیز خودت. آها پریسا باش الان میاد. خب من اینوایتت کردم تو اکسپت کن. اکسپت کن فقط. یه سری چیزای اینستاگرام هم باید یاد بگیری دیگه. خب اون خاموش. اینا ریمووش میکنم اون یکی بیا. خب. الان بیا اونجا ریکوست قبول کن. ساب کن ببینیم چی شد. به هر حال پریسا داره، پریسا هم میخواد یاد بگیره دیگه این چیزا رو. Go with live قبول. خب خوبه، خیلی خوب. این موبایلت خیلی بهتر، این موبایلتون بهتره، خیلی خوب. بعد چیز پس وسایلت هم جمع و جور کن، اون وسایلی که نمیخوای به ما بده. بعد از حبیب که اومده بود اینجا 100 اورو آورده بود، 80 اوروشو من به تو بابت اون تعمیر ماشینت پریسا دادم و 500 هزار تومن هم برای آفو دادیم. خب حالا 20 اوروشو من نگه داشتم برای کارهای مختلف دیگه. اگر تو این وسایلی که داری جدا بکن و بعد قیمت بذار، منتها منصفانه قیمت بذار دیگه، مثل چیز نیای روزانه 20 تومن بعد 5 میلیون زیبا. برعکس منه، من هر چقدر مثلا پایین قیمت ها رو نگاه میکنم امیر بالا ها رو نگاه میکنه. امیر نگاه کن، امیر یه جوری باشه که ما همیشه با هم بتونیم کار بکنیم وسایل تو. امیر زرنگه، میدونی چی کار میکنه؟ میره تو دیوار، یه برنامه هست دیوار، میره میگرده، خب لوازمایی که میخواد بفروشه قیمت میگیره، قیمت که دستش بیاد همون قیمت رو میفروشه. آفن. اینجوریه، زیاد اونا نمیگه، همه که قیمت نمیده. آها خیلی خوب. بعد آیدی پدرت رو میتونی بنویسی؟ حالا پدرم پیدا کنم. آره اگر پیدا کنی. فالوورات زیاده ها؟ 164 نفر. خب اونایی که فالوشون کردی اونا چی؟ حالا بالاخره اینا رو می‌نویسید به هر حال. ما می‌خوایم بابات هم تو این رابطه بیاریم و باهاش هم صحبت بکنیم. مسئله به شکایت کشیده. مسئله به که شکایت کشیده نشه. بابام توی هیچ لایو نمیاد. خب دیگه نیاد، اون موقع تو لایو دادگاه میاد. وای! خنده تو بخورم، چقدر قشنگ من خنده. آره دیگه. چیزه. خب ماها این مسائل رو چیز میکنیم. آره بعد خیلی خوبه مبلات هم نشون بده بچه ها، اگه خواستم مبل سفارش ببینن یه پیامی هم بده. پریسا یه پیامی بده، من میخوام تو رو پین کنم، بچه ها فالوت کنن که بیان سفارش برای مبل و مقوا و کارهای مختلف. بچه ها اگر تو خونه هاتون مقوا دارید چیزه، بیایید مسیرش رو، مثلا وقتی با چیز اسنپ میره تو مسیرش نگاه کنید، این مبلا رو همش خودش درست کرده. آفرین.
میبینی همه رو خودش درست کرده، خیلی قشنگ عالی. خب و چند سالشه؟ امیر مهدی 11 سالشه. خب ما حالا کم کم لایو رو چیز کنیم، وسایلت هم جمع، وسایلت هم سوا کن. به نظر من هر چقدر اصلا دیگه اسباب بازی هم نخر دیگه، الان دوره اسباب بازی اصلا گذشته. بازیش مال بچگیاشه، اونا رو میخواد. همه رو جمع کن ببین بیاره برای تو به سر راه بری، از توی مسیری بگیری. اما تو هم مثل بابای سرش کلا نذاری ها، با من با من چیز میکنی، با من طرف حساب داری و شاید بتونیم این منم با حبیب صحبت میکنم، شاید بتونیم این 20 یورو رو ما حداقل یه بخشش رو وسایل تو رو بخریم. ولی لطفا وسایل رو هر چقدر ارزون تر بدیم و بیشتر ازت میخریم، اینا رو ما به مصرف میرسونیم. بچه ها همینطور اینا رو به کسای دیگه بدم و سرمایه های راکت به جریان بیفته. اگه موافقی یه آهنگ بذاریم یه ذره غیر بدیم، نظرت چیه؟ 100% نظرت چیه امیر؟ من بلد نیستم. نه یه کوچولو برای اون چشمات رفتم یه آهنگی که برای چشمات بود پیدا کردم. بعد نگاه کن. خیلی لایو جالبی شد. تو چشات دنیا امیرم میخواد برم یه کسی برخص دیگه خجالت. همین هم عالی بود، خیلی خوشحال شدم، خیلی نازی، خیلی خوشگل، خیلی خوش. بریم خدافظ. خیلی عالی بود. امیر مهدی بسیار خوشم اومد. من چه چی کجاست تو نخواستم ازه بمونی برا خوشی جبونه داری میزنی؟ امیر مهدی نگاه کن. بای بای بچه خوشی نخور.